اما موضوع این که راه ما در ایران برای گذر از این رژیم، یعنی پایین کشیدن این رژیم و رفتن به سمت یک دولت ملیگرا و حکومت ملیگرا چه هست، من بارها صحبت کردم و بارها باید توضیح بدم در مورد ابعاد مختلف این. ببینید، یکی از سوالهایی که برای ما فرستاده شد و به نظر من این سوال یه سوال بود اما چندین بعد داره که باید بهش پرداخته بشه، این که چرا این رژیم باید بره، چرا یک رژیم دیگه بیاد و چرا این رژیم باید پادشاهی باشه، چرا ما این انتخاب کردیم. ببینید، این رژیم باید بره به خاطر اینکه همونطور که دارید میبینید از هیچ جای این رژیم هیچ نوع مدیریت کارایی بر نمیاد و هیچ کاری نمیتونه درست انجام بده. به قدری بی‌اعتمادی ملی به آخوندها بالا رفته که الان یک هک اتفاق افتاده که حالا کار هر کی بوده، من معتقدم کار خود رژیم یا هکران نبوده بلکه کار اسرائیل بوده. بسیاری با من اختلاف نظر دارن ولی اشکالی نداره عزیزان، ما مجبور نیستیم سر همه چی با هم دیگه توافق نظر داشته باشیم. اینطوری فکر نکنید، ما در مورد یک چیزای بزرگی با هم دیگه هم نظریم، همونا ما رو در یک جریان سیاسی نگه می‌داره و این جریان سیاسی بخشای مختلف داره و چپ داره، میانه داره، راست داره، اشکالی نداره، نگران نباشید. ما ممکنه یه سری اختلاف نظر داشته باشیم، حالا سرش میتونیم بحث بکنیم، صحبت بکنیم، اصل مسائل بزرگی که ما باش اتفاق نظر داریم. اما در همین حکی که اتفاق افتاد، بیشتر مردم ایران همگی معتقدن که رژیم به اونا خیانت کرده و رژیم که حک کرده. ببینید چقدر بی‌اعتمادی ملی بالاست که من اصلا ناراحت نشدم از خیلی کامنت‌ها نوشتن که آقا کار خود رژیمه و غیره. اشکالی نداره، این نظر شما من ناراحت نمی‌کنه. چرا؟ به خاطر که من می‌بینم که اصلا شما به درک واقعیات که این رژیم هیچ جاش به این ملت و این کشور خدمت نخواهد کرد رسیدید. هیچ کجای این رژیم به ملت ایران، به کشور ایران خدمت نخواهد کرد، بلکه اینا فقط خیانت خواهند کرد. دارید می قضیه گاز در دریای خزر، میگن آقا ما حق نداریم از گاز خود ایران استخراج بکنیم چون روسیه دوست نداره، خوشش نمیاد، بنابراین میریم از ترکمنستان. خود ایران بزرگترین منبع گاز جهان داره، میخوام من الان گاز وارد بکنم برای زمستون. آقا چی باید گفت به این رژیم، به این وضعیت؟ ببینید در این شرایط دارید میبینید که رژیم نمیتونه از پس مدیریت کشور بر بیاد، بی اعتمادی به رژیم بیداد میکنه به درستی. اما به نظر ما جمهوری دیگه هم در ایران خوب جواب نخواهد داد. ابعاد دیگه این قضیه رو من پرداختم بهش. مسئله، یکی از مسائلی که پرداختم این بود که سیستم های پادشاهی آرامش میارن. اما الان بعد دیگه داستان، یعنی چی؟ بعد پیشرفت داستان. من معتقدم که برای جوامع کلاسیک سیستم های پادشاهی دموکراتیک و پارلمانی نه تنها آرامش میارن که بلکه نهایت پیشرفت رو هم میارن. یعنی هیچ سیستمی برای این جوامع کلاسیک، جوامعی که آیین‌های قدیمی دارن، جوامعی که رسوم اصیل دارن که اونجا صدها سال بلکه هزاران سال بوده در مورد ایران، این جوامع سیستم‌های پادشاهی بهترین پیشرفت رو هم به اونا ارائه میدن. نمونه سیستم‌های پادشاهی که در اروپا هست. کشورهای پادشاهی اروپا از جمله بهترین کشورها در تمام دنیا هستن در مقیاس توسعه. یعنی چی؟ یعنی چه مقیاسی؟ مقیاسی که مردم کشورشون بهترین وضعیت رو برای زندگی دارن، یعنی اونجا بهترین کشورهایی که مردم راحت زندگی میکنن، فکر همه چیز زندگیشون شده، از جمله بلژیک، دانمارک، نروژ، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، انگلیس و کشورهای پیرو این، مثلا استرالیا، کانادا و غیره هم که خب شما خود در نظر بگید. ببینید این کشورها نه تنها ریلکسن و مردمشون ریلکس زندگی میکنن، بلکه در نهایت توسعه قرار دارن. نروژ توسعه یافته ترین کشور دنیاست. یعنی شما در این کشور دولت و سیستم بیشتر بعد زندگی شما رو در نظر گرفته. همونطور که میبینید از لحاظ تجربی این نشون میده که یک پادشاهی پارلمانی دموکراتیک بسیار میتونه یک کشور رو در اوج توسعه خودش قرار بده. این یک شبه اتفاق نمیفته ولی در اون راه حرکت خواهد کرد. دقیقا همون چیزی که پادشاه ایران میگفت تمدن بزرگ، همین راهی که داشت میگفت. و همونطور که در موضوع فیلم دون پرداختم، اون موقع شرایط جوری بود که نمیتونستن بذارن یک کشوری، یک پادشاهی مثل پادشاه فقید ایران به اینجا برسه و برای غرب شاخشونه بکشه، در حالی که نفت و اوپک یعنی دست پادشاه ایران بود، اوپک شریانش دست ایران بود و نمیتونستن بذارن به اونجا بکشه کار. اکثر افرادی هم که الان جمهوری خواه هستن به نوعی ارتباط احساسی با این مفهوم جمهوری دارن.
یا مصدقی هستن یا از اسب افتاده های انقلاب 57 هستن. دارید میبینید طرف نجات دهنده جون خمینی بوده، الان رفته جمهوری خواه شده با تم جدایی طلبی و تجزیه طلبی در یک کشور دیگه. یعنی اینا جمهوری خواهن هستن. حالا نه همشون، یه سرشون واقعا آدم های حسابی هستن، من اصلا به همه توهین نمی کنم، به جسارت نمی کنم، اما خیلی از اینا که بهشون بها داده میشه میان تلویزیون، ارتباطاتی احساسی دارن با جمهوری. من اما و نسل من و افرادی مثل من اصلا هیچ ارتباط احساسی نه با پادشاهی پهلوی داریم نه با جمهوری داریم. یعنی من به دنیا آمدم بعد از انقلاب، مدرسه رفتم در مدرسه 100% اسلامی. من زمانی بود که دهه 60 وایسادم سر صف در ابتدایی، یه معلم دینی بود اومد پشت میکروفون گفتش که ما افتخار میکنیم در کشوری زندگی میکنیم که زندانی سیاسی وجود نداره. چرا؟ چون یه سال قبلش همه را اعدام کرده بودن. یعنی من در این جو زندگی کردم، در اون جریان به دنیا اومدم، در درون در قلب پروپاگاندای رژیم بزرگ شدم. هیچ ارتباط احساسی من با پادشاهی نداشتم. یعنی نمی‌دونستم اصلا پهلوی ها چیکار کردن، ولیعهد اسمش رو شنیده بودم نمی‌دونستم کیه. ما اومدیم از صفر تحقیق کردیم، از پایا بنیان با بی‌طرفی. یعنی مصدق برای من یه شخصیت تاریخی، پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه شخصیت تاریخی، اینا همه تاریخی هستن و هیچ بار خاصی برای من نداشتن. از روی تعقل، مطالعه و تحقیق من به این عقیده رسیدم که سیستم پادشاهی پارلمانی و دموکراتیک بهترین انتخاب برای ایرانه. این نظر منه. تا اینجا که تحقیق کردم، تا اینجا که با بی‌طرفی نگاه کردم، اصلا ما هیچ ارتباط عاطفی مثلا با نه مصدق داشتیم نه با پادشاه ایران داشتیم، این با بی‌طرفی کامل نگاه کردیم. لذا هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که آقا ما شاه پرستیم، ما فلان پرستیم. این عقلانیه. پادشاهی باید برگرده به دلایلی که من متعدد خواهم گفت، یه سریشو گفتم و با طبقه بندی که در ویدیوهای جدید هستش در طبقه بندی برای شما میذارم که اگه میخواید بدونید نظر ما چیه، چرا باید این اتفاق بیفته، مراجعه بکنید و ببینید. اما الان راه چیه؟ راه اتحاد ملته و ایجاد یک جنبش و جریان ملی‌گرا در برابر رژیمه. این ملی‌گرایی که ما داریم در ایران با پادشاهی اما گره خورده. چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید مفهومی که از ملی‌گرایی به وجود اومده از قرن 20 لااقل به بعد، مفهومیه به نام دولت ملت. یعنی ملتی که وجود داشتن اما دولت مدرن و نوین تشکیل دادن. چه کسی این کار انجام داده در ایران؟ رضا شاه بزرگ. این تاریخ اصلا چیزی نیست که هیچ کس روش کنترل داشته باشه. این اتفاق افتاده، چه بخوایم چه نخوایم. بنابراین ملی‌گرایی ما با پادشاهی گره خورده. برای همینه که انقدر ملت دوست دارن رضا شاه بزرگ، اصلا عاشقشن. این تصویرشو میبینی یه احساس خاص به دست میده. این پدر بزرگی بوده برای ما. به جز اینکه ما پدران بزرگی داشتیم در ایران، از جمله پدر ایران کوروش بزرگ، اما احساس پدری داری نسبت به این آدم. پدری دلسوز، بسیار سختگیر، قاطع. این آدم ملی‌گرای مدرن ما رو کلید زده. اینا هیچ کس هیچ کارش نمیتونه بکنه. تنها کسی هم که میراثدار این ملی‌گرایی الان شاهزاده رضا پهلویه، نه فقط به خاطر نام شخصیتش و پدر و پدر بزرگش، بلکه به خاطر گفتمانی که داره و اخلاق ملی که ارائه داده، ملی‌گرای پیشرویی که عرضه کرده که ما همواره گفتیم ایمانتون رو روی اخلاق شاهزاده رضا پهلوی بذارید. ما باید ایمان بیاریم به اخلاق ایشون، به راهی که داره ارائه میده اعتماد بکنید. این پاسخ خواهد داد. بنابراین ایمانتون رو بر اخلاق شاهزاده رضا پهلوی بذارید. در اولین مرحله باید پیمان ببندیم دوباره با پهلوی در خیابان‌های ایران و اسمشو میذاریم پیمان با پهلوی. به خیابان‌ها میایم، در اجتماع‌های هزاران نفری دوباره اعلام میکنیم که همونطور که دهه‌هاست خاندان پهلوی پای ایران ایستاده، قسم خورده و پایبند بوده به ایران، ما هم همچنان به اونها پایبند هستیم و حاضریم در این راه، به قول اون شیرمرد آذری که اومد در تهران داد زد، در این راه حاضریم بجنگیم.